با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، اینجا استان آذربایجان شرقی، شهر زیبای تبریز هستش و ما داریم جاذبه های دیدنی این شهر رو بهتون معرفی میکنیم. سوژه گزارش امروز ما برمیگرده به یکی از آثار تاریخی ارزشمند این شهر به نام مسجد کبود که در کنار موزه آذربایجان هستش. برای اینکه با این اثر بهتر و بیشتر آشنا بشیم به کارشناسش مراجعه میکنیم و توضیحات از زبان ایشون میشنویم. پس همراه هم سفر ما باشید. همونطور که گفتم مسجد کبود هستیم. مسجد کبود هم یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهر تبریز هستش. اما در کنار من جناب آقای غفاری، کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تبریز هستن. سلام علیکم، شما رو بینندگان هم سفر میشنویم. بله سلام، با عرض سلام حضور بینندگان شما. مسجد کبود تبریز بنای تاریخی است که حدود 551 سال پیش ساخته شده، یعنی برمیگردیم به قبل از سلسله صفوی، به سلسله قراقویونلو که یه سلسله همعرض سلسله تیموری است. سومین پادشاه این سلسله فرمان ساخت این مسجد رو داده. همسر ایشون به اسم جان بیگم خاتون فردی هستن که بانی مسجدن، به همراه فردی به اسم عزالدین قاپوچی به عنوان سرکارگری ساخت بنای این مسجد تاریخی. چرا بهش میگن کبود؟ مسجد کبود به چه نامی است؟ به چه معنایی است؟ مسجد کبود، اگه بخوایم یه تصویر ذهنی واقعی داشته باشیم از این مسجد کبود، باز گنبد کبود رو در نظر بگیریم. منظور از این کبودی است که در آسمان نهفته است. یک صحن کوچکتر این مسجد کاملا از کاشی‌های کبود پوشیده است. دقیقاً اسم مسجد کبود رو از اون کاشی‌ها گرفتن که اگه از نزدیک ببینیم واقعاً یه چیزی فوق‌العاده است، در نمونه خود منحصر به فرد. قبل از اینکه وارد حریم مسجد بشیم و از اون فضا بگیم، برای ما از شبستان بیرونی بگیم. ما در گرداگرد مسجد شبستان می‌بینیم که ستون‌های زیادی هستش. کاربری این ستون‌ها و این شبستان برای چی بوده و این محوطه چه کارایی داشته؟ بله، می‌دونیم ما در محوطه مسجد کبود هستیم. محوطه مسجد کبود با یه سری از رواق نماهای تاق نماهای پوشیده است، احاطه شده مسجد. درست نظیر اینی که ما انگشتری رو در داخل به اصطلاح حلقه چه شکلی شما میگیم فیروزه رو داخل نگین انگشتره، پس این قسمت ها حدود در حکم حاشیه است و مسجد در حکم نگینه که اینا بعد از انقلاب بر اساس یه طرحی که ارائه شده ساخته شدن که به اصطلاح محوطه تاریخی مسجد ارک هم مشخص بشه و هم مسجد در حالی در میان یه سری از طاق‌نماهایی قرار بگیره که برای معرف ارزش تاریخی مسجد کبود باشه. درسته. خب اتفاق بینندگان از برنامه همسفر، وارد مسجد کبود میشیم و از اون فضا براتون میگیم، از نوع معماریش که سازنده این اثر چه شخصیتی یا چه کسانی بودن و اینکه این فضا به چه شکلی بوده. پس همسفر ما باشیم. مکانی که ما الان هستیم در قسمت بیرونی مسجد کبود استادیم.
همین شکلی که ملاحظه میکنین قسمتی از کاشیکاری های مسجد هنوز بر پا برجاست. بعد از اون زلزله عظیمی که اومده هنوز قسمتی از کاشی هایی که مربوط به همون اصل مسجده در این قسمت رو میشه ملاحظه کرد. همین شکلی که ملاحظه میکنین تشکیل شده از یه سری گل ها، یه سری از حالت هایی که به صورت ترنز از اسامی خداوند استفاده کرده. این قسمت به عنوان نمونه مونده. در حقیقت تمام فضای بیرونی مسجد، دیوارهای بیرونی مسجد پوشیده از این کاشی ها بوده که بر اثر زلزله معروف تبریز ریختن. مسجد یک قسمتش به صورت کلی بازسازی شده. به خاطر همین ملاحظه میکنید که قسمت های دیگر مسجد بدون کاشی هستند. پایین مسجد یه سری ازاره هایی از سنگ ملاحظه میکنین. همین ازاره هایی که به اصطلاح در همین از سنگ به صورت خاکستری است و این سنگ های خاکستری وقتی که ادامه بدیم میرسیم به یک سری از سنگ های به رنگ قرمز که از کوه های اطراف تبریز آورده شدن. این سنگ ها در روبروی مسجد یعنی در مکان ورودی مسجد که به سمت شماله قابل مشاهده است. ما الان ورودی مسجد کبود هستیم و جالب اینجاست برای من که از پشت مسجد موارد شدیم. چرا اینطوریه؟ مسجد دربش به طرفی دیگه هستش و خروجش میشه ورود برای گردشگران. این توضیح بدین. بله، کاملا حق با شماست. وقتی که در ابتدا وارد مسجد میشیم از درب ورودی ملاحظه میکنیم که پشت مسجد به سمت درب ورودیه. اما خب بینندگان واسه توجه کنن که درب اصلی مسجد که رو به شماله در حقیقت نگاه میکنه به تبریز قدیم، یعنی شهری که از اول در منطقه تبریز قدیم وجود داشته. ادامه گسترش شهر در بیرون از پشت مسجد بوده، به خاطر همین الان پشت مسجد به سمت خیابان اصلی است، در حالی که خیابان اصلی در روبروی مسجد ما بوده که به خیابان کهنه مشهوره. درسته، یعنی ورودی شهر تبریز بله، ورودی همین قسمت بوده که در حقیقت مسیر جاده ابریشم در دوران همون قره‌قوینلو که عرض کردم خدمت شما. درسته، پیرنشینایی که ما اینجا داریم می‌بینیم سنگ‌های قرمز رنگ هستن و خیلی ساده و ارتفاعی هم ندارن. این ساختار تغییر کرده توی زلزله‌ای که شما گفتین برای ما؟ آیا اینجا تخریب شده یا اینکه همین ساختار قدیم رو حفظ کرده؟ میدونین شاید جای خوشبختی باشه که بگم که این ورودی و این پیرنشین ها قسمتی است که کمترین آسیب رو دیده. در عکس هایی که بعد از زلزله 1193 هجری قمری گرفته شده کاملا مشخصه که سردرب مسجد جزء به قسمت هایی است که کمترین آسیب رو از این زلزله بزرگ دیده. درسته، قسمتی از کاشیکاری هم که از اون دوران به باقی مونده رو داریم میبینیم، آیاتی روی اون حک شده و همینطور جملات عربی. برای ما توضیح بدین در مورد حاشیه این کاشی ها. همین شکلی که ملاحظه می‌فرمایید درست در روبروی ما نوشته عربی یان عمل کفی رو می‌بینیم. از در این مسجد از اسامی خداوند استفاده کرده، از صفات خداوند، در حقیقت به خاطر تقدس مکانی است که این مسجد بزرگ داره.
الان در داخل مسجد ایستادیم، زیر گنبد بزرگ مسجد. همین شکلی که ملاحظه می‌کنین، مسجد از یه صحن اصلی تشکیل شده به اضافه سه رواقی که صحن اصلی رو دور می‌زنه در شرق و غرب و شمال مسجد، و صحن کوچیک‌تر که در سمت چپ من قرار داره با یه گنبدی که کوچکتر از گنبد اصلی مسجده. صحن اصلی همین شکلی که ملاحظه میکنین از یک قسمتی تشکیل شده که ملاحظه میکنین که بدون کاشی است. کاشی های مسجد که ریخته مربوط میشه به زلزله ای که حدود 240 سال پیش اومده، باعث تخریب این گنبد اصلی شده. همین گنبد یک گنبد بازسازی شده است که توسط استاد رضا معماران بازسازی شده، خدا رحمتشون کنه، از استادان بزرگ معماری تبریز بودن. در ساخت این گنبد، در دوباره سازی ساخت این گنبد، یه مشکل اصلی بود که این گنبد بدون سازه ساخته شده بود در اول. ایشون یه طرحی ارائه دادن که گنبد رو دوباره بازسازی کردن بدون سازه. پایین تر از گنبد یه سری از دیوارها، یه سری از ستونها، رواقا ریخته بود که خدا باز رحمتشون کنه، استاد ابوالقاسم معماران که ایشون بازسازی کردن. این بازسازی ها میشه گفت که از به طور رسمی از سال 1318 شروع شده و تا الان ادامه داره. بعد از انقلاب ما بازسازی و مرمت تزئینات رو داریم که یک قسمت عمدهش دوباره تزئینات انجام گرفته، مون تا هنوز یک قسمت زیادی از کارها مونده که انشالله هر سه زودتر تموم بشن. ما زیر هر پایه تعدادی از این روزنه ها رو میبینیم. این روزنه ها چیه؟ این روزنه ها رو بخوام به صورت مکتوب عرض کنم خدمت شما، در بعضی از کتاب ها نوشته شده به عنوان کفش استفاده می شده. بعضی ها معتقدن چون کفش رو نمی شد به داخل مسجد نمی بردن، بیشتر برای تسبیح و مهر در نظر گرفته شده. اما خب مسلماً میتونه کاربری های مختلفی داشته باشه. هر کسی که وارد مسجد میشده احتمالاً شاید یه وسایلی در اختیار داشته، میتونسته بذاره داخل این حفره ها و بعد راحت به ادای نماز بپردازه. در بالای هر ستون هم بین دو ستون فضاهای بازی رو داریم تماشا میکنیم و میبینیم. کارایی این فضاها چی بوده؟ بله، همین شکلی که ملاحظه میکنین، این به اصطلاح محوطه ها به اسم شاهنشین مشهورن. چهار تا از این شاهنشین ها رو در داخل مسجد، در داخل این صحن اصلی داریم. این کاربری اینها یکی از لحاظ معماری است، از لحاظ زیبایی و هم از این بابت که یه فضای چارگوش رو بخوان تبدیل به فضای هشتگوش بشه، تبدیل به فضای هشتگوش بشه، به خاطر اینکه گنبد بتونه روی اینا سوار بشه. از طرف دیگه یه عده معتقدن که از اینا برای اسکان خانم‌ها استفاده می‌شده که در مراسم خانم‌ها در این قسمت‌ها می‌نشستن و هر کدوم از اینا ورودی‌های خاص خودشونه داره که از داخل ستون‌ها تعبیه شده، یه پلکانی است که می‌خوره به داخل هر کدوم از این شاهنشین‌ها. کاشیکاری این مسجد همین شکلی که ملاحظه میکنین، کاشیکاری تلفیقی بین آثار و کاشی صورت گرفته. معرقی که در این کاشیکاری استفاده شده، معرقی است که به گفته اهل خبره نظیر اینو در جای دیگه نمیشه پیدا کرد، در حد عالی، شاید بیشتر از عالی است. رنگ غالبی که در این کاشی ها استفاده شده رنگ لاجوردی است، به اضافه رنگ های
سفید، سیاه، قهوه‌ای، سبز که در داخل این رنگ استفاده شده. رنگ لاجوردی علاوه بر این که باعث ایجاد فضای آرامش بخشی در داخل مسجد شده، از طرف دیگه باعث شده که رنگ‌ها از یک نواختی بیرون بیان، دلپذیرتر بشن. سوره هایی که در این مسجد ملاحظه میکنید در این صحنه اصلی، دلم میخواد به این سوره الفتح اشاره کنم که در کمره بالایی مسجد نوشته شده با آذر برجسته، که داخل آذر برجسته با کاشی معرق‌کاری شده. نمونه این نوع نوشتن آیات در هیچ جای دیگه شاید نتونیم مشاهده کنیم، منحصر به همین مسجد. سوره الفتح رو دقیقاً شاید به خاطر این انتخاب کردن که این مسجد سمبولی از فتوحات جهانشاه بوده که بعد از چندین فتوحات دستور ساخت این مسجد رو دادن. تمام دیوارهای این مسجد، گنبد و همچنین از بیرون از داخل پوشیده از این کاشی‌ها بوده، منتها مربوط به صحن اصلی. به خاطر همینه که این مسجد مشهور شده به فیروزه جهان اسلام. تنها مسجدی که همین لقب رو در داخل ایران به خودش اختصاص داده. یعنی در واقع کبود رو از همین کاشی‌ها وام گرفته. بله، کاملا به نکته خوبی اشاره کردین. یعنی از رنگ لاجوردی این کاشی ها این اسم مسجد کبود اقتباس شده، گرفته شده. اما در حقیقت اگه بخوایم کاملا بریم به بحر موضوع، لازمه که یه نگاهی هم به صحن کوچکتر داشته باشیم که کاشی های کبود به معنی واقعی کلمه دارن. یک قسمتی از این کاشی ها که پشت محراب اصلی هنوز پابرجاست، هنوز به جا مونده، کاملا مشخصه، یه حالت لونه زنبوری دارن، با شیسلی های کوچک معرقن که به صورت زرنگار با آب طلا نقاشی شدن. کبودشون کاملا مشخصه. پس میشه گفت که اسم مسجد کبود هم از کاشی های لاجوردی این صحنه و هم از کاشی های کبود همون صحنه کوچکتر گرفته شده. این صحنه کوچکتر کاملا به صحنه کبود هم مشهوره. درسته. چرا دو تا گنبد برای یک مسجد در نظر گرفته شده؟ بله، کاملا به خاطر اینی که این مسجد تشکیل شده از دو قسمت، مقبره و مسجد. در حقیقت مقبره ای که محل آرامگاه بانیان مسجده و صحن اصلی که برای نماز اختصاص داده شده. گنبد کوچکتر بر بالای مقبره ها ساخته شده که مقبره ها رو ما در منطقه علیه جنوبی مسجد داخل سرداب ملاحظه می کنیم. و اینکه این مسجد الان به عنوان مسجد ازش استفاده میشه یا فقط به عنوان یک موزه برای تماشا و دیدن توریست‌ها و گردشگرها هست؟ بله، در حقیقت باید عرض کنم خدمت شما که در هر دو مورد کاملا حق با شماست، هم به عنوان مسجدی که به عنوان محلی برای بازدید توریست‌ها هست استفاده میشه و هم برای کسانی که مایلن که به اصطلاح نماز فرادا رو برگزار کنن باز مورد استفاده قرار میگیره. نماز جماعت در حالت محدودتری برای مغرب عشا باز برگزار میشه. الان ما در صحن کوچکتر ایستادیم. صحن کوچکتر همین شکلی که عرض کردم خدمت شما بیشتر یه مقبره است. مقبره‌ای که کاملا پوشیده بوده دیوارهای این مقبره از کاشی‌های کبودی که قبلا عرض کردم خدمت شما. تمام گنبد و همچنین تمام دیوارها از این کاشی‌ها پوشیده بودند
که در حقیقت این کاشی ها هم حالت آرامش بخشی داشتند، هم از سوی دیگر رنگ لاجوردی رنگ مورد علاقه عرفاست، چون جهانشاه یه تمایل عارفانه هم داشته، به خاطر همین این رنگ ها انتخاب شدند. در پایین مسجد، در پایین دیوارها ما مشاهده می کنیم که تعدادی از سنگ های مرمر بزرگی نصب شدند که این سنگ های مرمر قبلا 24 عدد بودند که متاسفانه بر اثر زلزله یه سری از اینا از بین رفتن. بالای این سنگ های مرمر کتیبه‌ای داریم حدود 26 سانتی متر که از سوره های قرآن استفاده کردند، از سوره های النبا، البینه و الفجر. بین ورودی گنبد بزرگ و کوچک، یعنی صحن بزرگ و صحن کوچک، دو دهلیز رو داریم می‌بینیم. کارایی این دهلیز ها چی بوده؟ بله، این دهلیز ها دقیقاً برای ورود به صحن کوچکتر استفاده می‌شد که این دو دهلیز در سمت چپ و راست محراب اصلی قرار گرفتن. محراب اصلی دربی مشبک چوبی بوده که متاسفانه بر اثر زلزله از بین رفته. الان بیشتر کسانی که برای بازدید میان از این محراب به عنوان ورودی استفاده میکنن که بعضی موقع همچین اشتباهی پیش میاد که مثلا ورودی صحن کوچکتر این محراب بوده، اما در حقیقت این دو دهلیز ورودی های اصلی صحن کوچکترن. آدرس دقیق مسجد کبود رو بگین در شهر تبریز و صحبت پایانی. بله، برای دیدار از مسجد کبود کافی است که به خیابان اصلی شهر تبریز بیاین، خیابان امام، بالاتر از میدان ساعت که جزء معروف‌ترین میدان‌های تبریز، عمارت شهرداری تبریز در اینجا قرار گرفته. کمی بالاتر که بریم درست نزدیک موزه آذربایجان، موزه اصلی شهر، ما پارک خاقانی رو داریم و مسجد کبود که درست در کنار پارک خاقانی است. و با تشکر از شما بینندگان عزیز و تمام همکارانی که زحمت کشیدن برای آماده کردن این برنامه، انشاءالله شاهد دیدار عزیزان و ورودشون به شهر تبریز باشیم که باعث افتخار ماست. هم از سوژه و گزارش امروزمون که تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان از برنامه همسفر شد از مسجد کبود که یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهر تبریز هستش. از این دست آثار فراوان هست در این شهر که جزء اولین ها هم هستش. هر چیزی رو در تبریز می‌دیدیم جزء اولین ها بود، اولین شهری که شهرداری پیدا داره، اولین شهری که به هر حال بیشترین موزه ها رو در خودش جای داده و همطور بازار بزرگ و تاریخی که به ثبت جهانی رسیده. همه این زیبایی ها رو شما میتونید در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز تماشا کنید. همراه همسفر ما باشین، باز هم قراره از این شهر زیبا براتون بگیم. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو از این طریق مطلع کنین. همینطور میتونید به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا دیداری دیگه، خداوند مهربان یار و نگهدار.